سرخط خبرها: حمله طالبان به اداره امنیت ملی ولایت سمنگان. مقام‌های محلی میگویند دست کم 11 کارمند امنیتی کشته و ده‌ها غیر نظامی زخمی شدند. نیمی از ایران در وضعیت قرمز و نارنجی شیوع کرونا. آزمون کارشناسی ارشد و دکترا به تعویق افتاد. حمله موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان. ریاض میگوید رهگیری و منهدم شده. حوثی‌ها میگویند نقاط حساس را زدیم. و 2 پسرعمو در 2 سوی دریا. سودانی هایی که از نسل‌کشی گریختند ولی آواره شدند. سلام، عصرتون بخیر. شماری از اعضای گروه طالبان صبح امروز به اداره امنیت ملی سمنگان در شمال افغانستان حمله کردند. شاهدان میگویند که در ابتدا حمله انتحاری صورت گرفت و بعد از آن تیراندازی شروع شد. به گفته والی سمنگان دست کم 11 نفر از کارمندان اداره امنیت ملی کشته شدند و این حمله حداقل 63 زخمی بر جا گذاشته که بیشتر آنها غیر نظامی هستند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این حمله را محکوم کرده و گفته که ادامه خشونت‌ها و کشتن مردم برای به دست آوردن امتیاز در مذاکرات بدترین رویکردی است که طالبان در پیش گرفتند. ملکزتیز تحلیلگر مسائل افغانستان از شهر کوپنهاگ در دانمارک با ماست. آقای ستیزای، واقعا دولت به جز بیانیه دادن و محکوم کردن این حملات هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه؟ سلام بر شما. خب دولت بسیار محکوم میکنه، اکثرا کمیسیون های ردیابی تعیین میکنه، اما همیشه این کمیسیون ها جایگاه مهم نداشته، نتایج خوب به بار نیاورده که تحقیق بکنه و ردیابی کنه عوامل این همه برنامه‌های توریستی را. و سوی هم نکوهش و تقبیح کردن دولت در ذهنیت عامه به یک مفهوم و پدیده بسیار متنفرآمیز تبدیل شده، چون این هیچگاه نمیتونه واقعیت را در افغانستان تغییر بده. مسئله مهم این است که مردم توقع دارند تا دولت بیشتر روی منابع کشف و استخبارات خود سرمایه گذاری بکنه و بتانه از طریق کشف این برنامه های بسیار پیچیده را مهار بکنن. این است توقع مردم. فکر میکنید که علت اینکه کماکان دولت بر ادامه مذاکرات بین افغانی و تبادل زندانی پافشاری میکنه چیه؟ خاطرتون باشه به محض اینکه یک آمریکایی توسط طالبان کشته شد، آمریکا مذاکرات صلح رو متوقف کرد. در حالی که میبینیم در افغانستان خشونت کماکان ادامه داره، طالبان هر هفته بسیاری از نظامیان و غیر نظامیان افغانستان رو میکشه و کماکان دولت پافشاری داره به ادامه این مذاکرات. ببینید، مشکل در دولت این است که دولت نمیتوانه، یعنی ظرفیت و صلاحیت سیاسی کامل نداره که تصمیم بگیرند. ببینید، در همچون شرایطی که طالبان به صورت گسترده عملیات‌های بسیار پیچیده را به نقاط بسیار مهم و استراتژیک افغانستان انجام میده، دولت افغانستان در تاثیر فشارهای گسترده ایالات متحده آمریکا در حدود بیشتر از 4000 طالب را که عملا در این برنامه ها سهیم بودن رها میکنه. معنایش این است که دولت در یک حالت بسیار بیچارگی قرار گرفته و چون حامی اصلی دولت ایالات متحده آمریکا است که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ سیاسی در سطح بین‌المللی دولت افغانستان را حمایت میکنه، اگر دولت کوچکترین عملکردی را برخلاف اراده دولت ایالات متحده آمریکا سازماندهی بکنه، تهدید قطع این حمایت‌ها را در پیشرو خواهد داشت. از این سبب است که دولت بدون صلاحیت فقط با تقبیح و محکوم کردن و ارائه بیانیه‌های سیاسی هیچ کاری نمی‌تونه و این روحیه مردم را در برابر دولت به شدت ضعیف ساخته و برعکس طالبان میدان‌های بیشتری را در جنگ تسخیر می‌کنند. متشکرم. ملکزتیز تحلیلگر مسائل افغانستان با ما. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته واکنش این کشور به حادثه اخیر در تاسیسات هسته‌ای ناتنز هوشمندانه خواهد بود. بهروز کمالوندی در سالگرد توافقنامه هسته‌ای گفته که ایران همواره به تعهداتش در برجام عمل کرده. آقای کمالوندی همچنین گفته که کشورهای اروپایی حاضر در برجام در مقابله با مطالبات آمریکا ناتوان بودند. در ایران افزایش قیمت ارز همچنان ادامه دارد. امروز قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از 23000 تومان رسید. در همین حال قیمت فروش دلار در صرافی‌های مجاز و بانک‌ها هم بیش از 22000 تومان اعلام شده. مقام‌های ایرانی تحریم‌های آمریکا و شیوع کرونا را از عوامل افزایش شدید قیمت ارز اعلام کردند و پیشتر رئیس بانک مرکزی گفته بود که نوسان بازار ارز موقتی است. رئیس دادگاه انقلاب کرمان از دستگیری چند نفر به اتهام ارتباط با سرویس‌های امنیتی خارجی خبر داده. احمد قربانی گفته که بعد از انجام تحقیقات و رسیدگی به پرونده این افراد برای آنها حکم صادر شده. هنوز اطلاعاتی درباره هویت و پرونده این افراد و همچنین حکم صادر شده برای آنها منتشر نشده. آقای قربانی همچنین گفته که تعدادی از اعضای گروهک‌های به گفته او معاند هم در کرمان دستگیر شدند و دادگاه انقلاب برای آنها حکم صادر کرده. در شبانه روز گذشته 28 نفر در افغانستان در اثر ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند و مجموع تعداد جان باختگان به 1038 نفر رسیده. وزارت صحت میگوید 154 مورد جدید ابتلا در شبانه روز گذشته شناسایی شده و تعداد کل مبتلایان از 34000 نفر گذشته. گفته می شود که تعداد واقعی مبتلایان جان باختگان در این کشور ممکن است به مراتب بیش از آمار رسمی باشد. در ایران در 24 ساعت گذشته 203 نفر دیگر در اثر ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند. ایسا جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس 11ام هم از جمله جانباختگان اخیر بیماری کووید 19 است. شیوع کرونا در ایران دوباره سرعت گرفته و وضع چندین استان قرمز اعلام شده. برگزاری تجمعات بزرگ ممنوع است و تعداد زیادی از آزمون‌های دانشگاهی هم به تعویق افتاده. سیاوش شعدلان گزارش می‌دهد. با ادامه وضعیت قرمز در چندین استان ایران، بحران کرونا در یک اوجگیری دوباره قربانیان بیشتری را به کام خود می‌کشد. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 203 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 13032 نفر رسیدند. در این شرایط الزام به استفاده از ماسک جدی‌تر دنبال می شود. مقام‌های ایران به شروع موج دوم کرونا در ایران اذعان کردند، ولی گفتند به جای تعطیلی اقتصاد باید مردم بیشتر رعایت کنند و تجمعاتی مثل مراسم عروسی و عزا و گردهمایی‌های فرهنگی و سمینارها نباید برگزار شوند. اما امروز آنچه برگزار نشدنش بیش از همه خبرساز شده، تعویق تعدادی از آزمون‌های سراسری در ایران از جمله دکترای نیمه متمرکز و کارشناسی ارشد ناپیوسته است که اولین آنها قرار بود 26 تیر ماه برپا شود. حالا سازمان سنجش خبر داده که زمان برگزاری این آزمون‌ها تغییر کرده. آزمون‌هایی که ده‌ها هزار داوطلب ماه‌هاست با استرس فراوان خود را برای آن آماده می‌کردند. با این اوصاف فعلا آنگونه که مسئولان گفتند زمان تعیین شده برای برگزاری تعدادی از آزمون‌های سراسری همچنان به قوت خود باقی است. فعلا تصمیم در خصوص تعویق آزمون سراسری سال 1309 گرفته نشده و آزمون سراسری سال 1309 به قوت خودش باقیه و در روز 30 و 31 مرداد ما برگزار میشه. کرونا روند زندگی معمولی و برنامه‌ریزی‌های خیلی ها را مختل کرده، ولی اهمیت آن در مقابل مرگ روزانه تعداد زیادی از بیماران رنگ می‌بازد. از جمله مرگ و میر 91 نفر از کارکنان نظام بهداشت و درمان ایران. این آمار از کشورهای مثل آمریکا و روسیه که بیش از 500 نفر از پرسنل درمانی آنها به علت ابتلا به کرونا جان باختن فاصله بسیار دارد. ولی به گفته سازمان عفو بین‌الملل همچنان ایران را از این لحاظ در رتبه 10 کشور اول جهان قرار می‌دهد. سیاوش شعدلان، BBC. دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن با ماست. آقای دکتر، ما در گفتگوی قبلی که داشتیم مشخص شد که عده‌ای از بیماران مبتلا به کووید 19 علائمی که ما انتظار داریمو ندارن، بعضاً تب نمی‌کنند اما مشخص میشه که مبتلا به کرونا هستند. این نگرانی رو ایجاد می‌کنه که ممکنه آدم‌ها فرضاً با درد معده هفته‌ها در جمع‌های متفاوت حضور داشته باشن و دیگران رو مبتلا بکنن. سلام و درود خدمت شما. حضورتون عرض شود که ما موقعی که درس پزشکی میخوندیم بیماری سل رو بهش میگفتن بیماری هزار چهره. بله، همچون که فرمودید طیف وسیعی از علائم مختلف بیماری کووید 19 نسبت داده شده. هنوز هم میشه گفت که مهمترین علائم بیماری همون تب، درد عضلانی و سرفه هستش، ولی خب بیماری از اونجایی که بیماری است که سیستم‌های مختلف بدن رو درگیر میکنه میتونه به شکل‌های دیگری هم بروز بکنه. همونجور که فرمودید میتونه با علائم گوارشی بروز بکنه. معمولا اونها هم با علائم اصلی بیماری مثل تب و یا درد عضلانی همراه هستند، یا میتونه به صورت اختلالات بویایی ظهور بکنه کنار علائم اصلی، و یا میتونه به صورتی کاملا فقط سیستم عروقی رو درگیر بکنه به صورت بیماری‌های عروقی. حتی ما مواردی دیدیم به صورت سکته‌های مغزی و یا ایجاد لخته تو عروق دست یا پا که به صورت یک مسئله حاد بروز میکنه، و یا در کودکان هم داره که ما قبلا هم توی بسیاری از برنامه‌ها عرض کردم خدمتتون، میتونه به صورت سندروم کاوازاکی که بیماری عروقی با منشأ ناشناخته و به ظاهر ویروسی هست نشون بده خودش رو، و دیدیم در مواردی که چاپ شده در بسیاری از ژورنال‌های معتبر میتونه به این ترتیب در کودکان به صورت زایات پوستی و زایات عروقی همراه با اون بروز بکنه. بنابراین با یک طیف وسیع از علائم مواجه هستیم، ولی کن یک پزشک بسیار حاذق و دانا وقتی که علائم رو روی همدیگر بگذارد میتواند با دسترسی به شواهدی که دارد و علائم بالینی که مریض داره به تشخیص درست برسد. آقای دکتر، در ایران میدونیم که دست کم در 10 استان وضعیت قرمز اعلام شده، گفته شده که بعضی از محدودیت ها به مدت یک هفته دوباره برمیگرده، اما آیا واقعا یک هفته مشکلی رو حل میکنه یا اساسا راه حلی وجود داره از دید شما؟ حضورتون عرض کنم که خب ما شاهد بودیم در مورد کنترل بیماری در ایران هیچ وقت یک پارچگی خیلی خیلی کافی وجود نداشته تو این مسئله. ما می‌بینیم که اعضای مخصوص کنترل کرونا در تهران، آقای دکتر زالی، همکاران دیگر ما بسیار بسیار تلاش‌های مثبتی دارند، منتها وقتی می‌بینیم که متاسفانه این هماهنگی در همه جاها وجود نداره، اینکه ما بتونیم یه تصمیم و یا اقدام یک پارچه رو انجام بدیم عملی نمیشه. یک هفته اگر که ما بخوایم فعالیت‌ها رو مختل بکنیم، این هستش که میتونیم به طور موقت تعداد مبتلایان رو توی مدت کوتاهی کم بکنیم. ما میدونیم که بیماری از فرد به فرد منتقل میشه. هر چقدر ما انتقال فرد به فرد رو بیشتر مختل کنیم نتیجه بهتری خواهیم داشت. من یه مثال دیگری بزنم. در بریتانیا ما شروع خیلی بدی داشتیم. خیلی دیر شروع کردیم به قرنطینه و یا کارهای دیگه، ولی وقتی که قرنطینه رو اجرا کردیم در چند هفته بسیار نتیجه خوبی ازش گرفتیم و همراه اون هم مردم رعایت بسیاری کرد. بسیار عالی. متشکرم دکتر مازیار صدری. عذرخواهی می‌کنم که وقتمون محدود آقای دکتر. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. مقام‌های محلی در ولایت سمنگان در شمال افغانستان می‌گویند در حمله طالبان به اداره امنیت ملی این ولایت دست کم 11 کارمند امنیتی کشته و ده‌ها غیرنظامی زخمی شدند. در ایران یک مقام وزارت بهداشت گفته که نیمی از استان‌های کشور در وضعیت قرمز یا نارنجی شیوع کرونا هستند. همزمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در ایران به تعویق افتاده. در ادامه این برنامه خانواده‌هایی که برای فرار از نسل‌کشی از هم جدا افتادند. در 5مین سالگرد توافق هسته‌ای در وین که سایه جنگ را از ایران دور کرد، تنش و خطر جنگ دوباره به منطقه بازگشته. آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده و تحریم‌هایش را علیه ایران برگردانده و ایران هم اعلام کرده که دیگر بر تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند نیست. کاتراناجی در گزارشی آینده توافق هسته‌ای یا برجام را بررسی کرده و میگوید دوام آن به مویی بند است. 5 سال از آن روز می‌گذرد، روزی که ایران و 6 قدرت جهانی در آخرین دور مذاکراتشان بعد از 17 روز و شب گفتگوهای فشرده و طولانی به توافقی رسیدند که خطر جنگ را از ایران و منطقه دور کرد و به یکی از بزرگترین بحران‌های امنیت جهانی خاتمه داد. امروز اما این توافق با خروج آمریکا از آن آخرین نفسهایش را می‌کشد، به خصوص بعد از تازه‌ترین تهدیدهای آمریکا. قطعنامه‌ای که به شورای امنیت تسلیم خواهیم کرد، تحریم‌های تسلیحات متعارف را علیه بزرگترین کشور حامی تروریسم تمدید خواهد کرد. هدف این است که برای تصویب این قطعنامه با شورای امنیت همکاری کنیم. اما اگر شورا این قطعنامه را تصویب نکند، به دنیا یادآوری می‌کنم دولت اوباما قبلا اعلام کرده بود که آمریکا این حق را دارد که هر زمانی تحریم‌ها علیه ایران را به سرعت برگرداند. آمریکایی که خودش بیش از 2 سال پیش از توافق هسته‌ای خارج شد و به گفته ایران و سایر طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای نمی‌تواند از مزایای آن برخوردار باشد. این رابرت اینهورن، یکی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده آمریکا. دولت ترامپ استدلال می کند که از شرکت کنندگان اصلی توافق و قطعنامه بوده و بر این اساس حق دارد علیرغم خروجش از توافق هسته‌ای تحریم ها را یک جانبه برگرداند. شاید هم از نظر حقوقی درست بگوید، اما چنین کاری از دید من از نظر سیاسی اشتباه بزرگی است، چون روسیه و چین گفتند که با آن مخالفت خواهند کرد. شاید هم سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل با آن مخالفت کنند. اما شورای امنیت اینجا در جلسه 2 هفته پیشش از طریق تلکنفرانس باید تصمیم بگیرد که آیا آمریکا چنین حقی دارد یا نه. نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام که در وین مستقر است میگوید در جهانی که هر روز عجیب تر می شود هر چیزی ممکن است. من نمیخوام وارد حدس و گمان بشوم. ما با شرایطی فوق‌العاده روبرو هستیم که در تاریخ شورای امنیت سابقه ندارد، ولی این حرفای امریکا مسخره است. امریکا که از توافق خارج شده است به هیچ وجه نمیتواند ادعا کند که هنوز یکی از شرکت کنندگان در این توافق است. در جلسه اخیر شورای امنیت که برای بررسی قطعنامه 2231 از طریق تلکنفرانس انجام شد، ایران با دلی پر شرکت کرد. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف اینجا گفت جدول زمانی برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی جزئی لاینفک از سازش سختی است که توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 را ممکن کرده و تغییر آن غیر قابل قبول است. اما آنچه که شاید بتواند برجام را از مرگ حتمی نجات بدهد نتیجه انتخابات آمریکا باشد که قرار است تقریباً 4 ماه دیگر برگزار شود، اگر تا اون موقع برجام دوام بیاورد. دموکرات‌ها اگر پیروز بشوند می‌خواهند توافق هسته‌ای را حفظ کنند، تنش با ایران را کاهش بدن و مسائل را از طریق دیپلماتیک حل کنند. اگرچه در شرایط فعلی کار برای آنها هم آسان نخواهد بود و آنها نیاز به زمان خواهند داشت. کاتراناجی، BBC. در یمن شبه نظامیان حوثی میگویند تعدادی از مراکز نظامی و حساس عربستان از جمله تأسیسات نفتی آرامکو را هدف قرار دادند. نیروهای حوثی در بیانیه اعلام کردند که این عملیات شبانه و با موشک‌های کروز و تعدادی پهپاد صورت گرفته. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان میگویند که 4 موشک و 6 پهپاد حوثی‌ها را رهگیری و منهدم کردند. سخنگوی نیروهای ائتلاف درباره خسارت احتمالی این عملیات حوثی‌ها توضیحی نداده. علی سرداد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با مساق سرداد، اونطور که از گفته‌های حوثی‌ها به نظر میاد اونها اون رو یک عملیات خیلی موفقیت‌آمیز میدونند، اما به نظر میاد که عربستان به نوعی داره کوچک‌نمایی میکنه و در دست کم چیزی که میگن کمتر از اونی که حوثی‌ها میگن. بالاخره مشخص هست که دقیقاً چه اتفاقی افتاده تو این حملات. ظاهراً دیروز بعد از اینکه عربستان حمله کرد به یک خانه‌ای در شهر حجه در استان معارب، حوثی‌ها تصمیم گرفتن و 10 نفر رو کشتن. حوثی‌ها تصمیم گرفتن جواب بدن، میگن ما 2 تا به اصطلاح موشک بالستیکی به اضافه 4 پهپاد فرستادیم به نجران، به جیران و به خمیس که اینها محل پاتریوت ها هستند، پاتریوت هایی که آمریکا به عربستان سعودی داره. ولی ما تصویری نداریم از این مناطق که آیا اصولا به هدفشون رسیده یا نه. حوثی ها هم تصویری منتشر نکردن و جاهای دیگه هم، یعنی خبرگزاری های دیگه هم منتشر نکردن و سعودی ها میگن ما اینها رو در هوا دفع کردیم و به هدف نخورده. این است که ما نمیدونیم واقعا ادعای حوثی ها درست هست یا عربستان سعودی. اگر به هدف خورده بود و خساراتی وارد و برده بود میشد دید در جاهایی که در خبرگزاری هایی که بیطرف هستند، ولی هنوز ما اون رو در دسترس نداریم. بنابراین پاسخ به این سوال شما تقریبا فعلا ممکن نیست. آقای سرداد، پس از ماه مه در واقع اردیبهشت خودمون که یک آتش بسی به دلیل ویروس کرونا برقرار شد، شاهد این هستیم که دوباره حملات داره افزایش پیدا میکنه. آیا هیچ نشانه ای از آتش بس دوباره به چشم میخوره؟ متاسفانه خیر. همون موقع هم که عربستان سعودی آتش بس یک طرفه اعلام کرد، حوثی ها قبول نکردن. همون موقع گفتن ما فقط موقعی حاضریم یک توافقی رو قبول کنیم که منتهی بشه به یک صلح دراز مدت و پایان جنگ، اصولا پایان جنگ. ولی عربستانی ها قبول نکردن و به همین علت پس از شکست این آتشبس یک طرفه عربستان سعودی ها، حملات از طرفین افزایش پیدا کرده. الان خبرهایی رسیده که علاوه بر حمله‌ای که دیروز به استان معارب کرده عربستان سعودی، به جاهای دیگه هم حمله شده. حوثی ها هم در مرز عربستان سعودی دست به اقدامات زمینی زدن. یعنی در حقیقت حملات پس از شکست این آتش یک جانبه افزایش پیدا کرده و جالب این هست که هم به اصطلاح شورای همکاری خلیج فارس و هم به اصطلاح سازمان همکاری اسلامی هر دو به نفع ایران رو هم مسئول به این تشدید دونستن. البته نگفتن ایران پشت این حملات هست یا ایران دستور داده به حوثی‌ها، ولی هر دوی این به اصطلاح نهادها گفتن که اسلحه‌هایی که حوثی‌ها به کار میبرند اسلحه‌های ایرانی است و در حقیقت این همون چیزی است که آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل در 12 ژوئن هم گفته بود و این به هر حال تبعاتی هم از نظر سیاسی برای ایران داره. متشکرم علی سرداد، تحلیلگر مسائل جهان عرب. 17 سال از آغاز جنگ و درگیری در غرب سودان می‌گذرد. درگیری‌ها صدها هزار کشته بر جا گذاشت و رئیس جمهوری قبلی این کشور به نسل‌کشی محکوم شد. اوج خشونت‌ها بیش از 1 دهه قبل اتفاق افتاد، اما بریتانیا همچنان به گروهی از آوارگان سودان که از وضع ناپایدار حاکم بر کشورشان می‌گریزند پناهندگی می‌دهد. فرگل کین که در سال 2004 در دارفور گزارش می‌داد، حالا با 2 پسرعمو صحبت کرده که هر کدام در یک سوی کانال مانش هستند. این داستان سفرهای بیشمار است. سفرهایی که میراث نسل کشی است. سفرهایی که سبب شده برخی به بریتانیا پناهنده شوند و برخی هم در این اردوگاه ها انتظار بکشند. این داستان گمشدگان دارفور است. جستجو در گرگومیش صبح به دنبال پناهجویانی که در نزدیکی شهر کاله منتظر فرصتی هستند تا از کانال مانش عبور کنند. ما با شرایط بسیار پیچیده و نگران کننده ای مواجهیم. آنها برای عبور از کانال خیلی مصمم هستند چون خودشان را خیلی نزدیک به هدفشان می‌بینند. اینها برخی از مکان‌هایی است که معمولاً پناهجویان در آن مخفی می‌شوند. مکان‌های رها شده و به جا مانده از جنگ جهانی دوم. این جستجوها هر شب انجام میشه و خیلی شبیه بازی موش و گربه است که همیشه وجود داشته و داره. دولت فرانسه نیروی قابل توجهی رو برای جستجوی پناهجویان غیرقانونی در این منطقه صرف کرده، اما پناهجویان همچنان به این منطقه میان. مردمی که از جنگ یا فقر فرار میکنن و همچنان معتقدن که با عبور از این کانال زندگی بهتری در انتظارشونه. اما اگر شما هم مثل منتصر 16 ساله باشید که از نسل‌کشی جان سالم به در برده، هر سفری برای فرار از آن موقعیت ارزشش را دارد. او هم مثل دیگرانی که از دارفور گریختند مصمم است که بتواند به بریتانیا برود. او میگوید زندگی بعد از نسل‌کشی خیلی سخت است. من فقط امنیت و ثبات و آموزش میخوام. این عکسی از منتصر است در شهر نیاله، مرکز استان دارفور جنوبی. او در سال 2004 در این شهر به دنیا آمد و پدرش را در جریان نسل کشی از دست داد. من درست در همان سالی که او به دنیا آمد در این شهر بودم و با برخی از قربانیان نسل کشی صحبت کردم. درست جلوی چشمای ما پلیس به خونه حمله کرد و دیدیم که ساکنان این خونه رو میزدن. از یکی از پلیس‌ها شنیدیم که اونا میخوان همه ساکنان این منطقه رو به یک پناهگاه جدید ببرن. نسل‌کشی صدها هزار کشته بر جا گذاشت و بیش از 1 میلیون نفر را هم آواره کرد. میراث بی‌ثباتی و بحران اقتصادی که با روی کار آمدن دولت جدید هم ادامه پیدا کرد. این همان دلیلی است که سبب شد منتصر راهی اروپا شود. او همراه گروهی دیگر از صحرا گذشتند و 8000 کیلومتر را در 2 سال طی کردند. در این مسیر او پیش از اینکه به اروپا برسد در لیبی بازداشت شد. ما تحقیر و زور رو تجربه کردیم. من کار کردم تا بتونم هزینه سفرم به اروپا رو در بیارم، اما در نهایت همه چیز رو از من دزدیدند. او اما همچنان امیدوار است که با مخفی شدن در یکی از کامیون‌هایی که از مرز عبور می‌کنند یا در یک قایق بتواند به بریتانیا برود. نورهای آن طرف مرز در بریتانیا، جایی که او یک فامیل خیلی نزدیک دارد. ایسام نادر پسرعموی منتصر در منچستر زندگی می‌کند. او از 2 سال پیش به بریتانیا پناهنده شده و 12 ساعت در یک انبار کار می‌کند و شب‌ها زبان انگلیسی می‌خواند. اینجا در بریتانیا خوشحالی؟ بله، خیلی خوشحالم. همه چیز عالیه. چرا؟ در دارفور اگه بخوای کار کنی خیلی خطرناکه. اینجا اما مردم در صلح و آرامش هستن و به خوبی زندگی میکنن. داستان زندگی این پسر داستان زندگی خیلی از ساکنان دارفور است که زندگیشان با نسل‌کشی تغییر کرده. برای افرادی مثل منتصر که حالا در کاله گیر افتادند، راه برگشتی وجود ندارد. فرگل کین، BBC نیوز، کاله. و همیشه میتونید تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما ببینید، bbcpersian.com. برنامه‌های تلویزیون و رادیو رو هم میتونید در سایت BBC فارسی ببینید و بشنوید. صفحه تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک BBC فارسی رو هم از دست ندید، جایی که آخرین خبرها و بعضی از مصاحبه‌های ما قابل دیدنه. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.